سلام عزیزای بیننده، صدای مرا دارین؟ شما میفهمین که برای یک لحظه اگر مرا در تاریکی ببینین یا شما یک جای تاریک را ببینین، یک حس ناخوشایند است. پس مطمئنا نابینایی یک چیز ناخوشایند است. آرزو دارم همه شما همیشه بینا باشین و همه چیز را با موزیبایی هایش ببینید. از آن بیننده برنامه سطح، برنامه امروز ما موضوعش البته چشم است. ما هم در این برنامه باید این سوالات را حل بکنم که چشم چیست، چگونه نابینایی به وجود میاد، همچنان موارد دیگه که ما با چه چیزها حساسیت میکنیم، چه چیزها باعث میشه چشم ما آسیب ببینه. تمام موارد را در این برنامه سطح البته با شما عزیزا همچنان یک جا شریک خود ساختیم و میریم به دنبال سوالات و به دنبال حل سوالات. پس همراهی بکنین حبیب ناظم در برنامه سطح. بیماری‌های ششمی از شایع‌ترین نوع مریضی‌ها در کشور است که بر اساس آمارهای پراگنده‌ای که هر از گاه از سوی وزارت صحت افغانستان منتشر می‌شود، سالانه نزدیک به 25000 نفر در این کشور به دلایل مختلف حداقل بینایی یا یک چشمشان را از دست می‌دهند. هرچند عوامل زیاد سبب می‌شود که یک فرد بینایی چشم‌هایش را از دست می‌دهد، اما در شرایط امروز استفاده بیش از حد از تکنولوژی و تلفن‌های هوشمند، استفاده عینک‌های غیر معیاری، استفاده از لوازم آرایشی بی‌کیفیت از مهمترین عوامل این مریضی‌ها به حساب می‌آید. حالا می‌ریم به یکی از مکان‌های مزدحم شهر کابل که مطمئناً همه شما اینجا را بلد هستین و به قیمت خیلی ساده و ارزان میتونین آینک به دست بیارین. اینکه آینک‌ها به چشم آسیب میرسانه یا نه و یا اینکه مفید است در ادامه برنامه سطح همراهی کنین، ولی فعلا میریم نزد چند عینک فروش که همین آینک‌ها از کجا میارن، قیمت‌ها چگونه است و آیا این آینک‌ها معیاری است یا نه. عزیزا اومدیم در بین شهر ببینیم اونم آینک‌هایی را که ارزان به بازار عرضه میشه او را پیدا بکنیم. خواه اینجا باش دگم از این آینکایی که پشتش میگشته این ارزان امین جامعه. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم. جراسی برای آینکا قیمت چند است؟ قیمت های شهر رقم از 200 است، 1.5 است، 100 است. نه ارزانه، ارزان باشه که باشه تفلان است 50 روپیه است. نه حالا برای ما که آینک بودی 50 روپیه پیدا نمیشه؟ نه اون چیزا نیست. اوکی آینک ارزانت کدام است؟ آینک ارزان ما این است. ای خود تفلانه از برای ما؟ تفلانه خب برای تو باشه این نیاز با میدی دانه 100 روپیه. برای آفتابی باشه؟ آفتابی باشه اون قیمت هستن. چند است؟ اون 200 2.5 است. کوکه حالا نشان بده که ببینه. باش که آینک آفتابی 200 ایست ها؟ یا آینک من خوبش نیست؟ نه اون تاریخش دیر شده. تاریخش دیر شده دکتر ناپ داده برام نه؟ خب خیلی ما تو بگی؟ این 200 از قیمت است. 200 روپیه است. خب این آینک چه خوبی داره که 200 از قیمت است؟ این خوب است از هفته و چیز نمیچشمه. کی گفته این گپا که از هفته ما را چشم ما را نگاه معلوم میشه؟ دو تا آینک سعی کو بود داده به آینکای تا بکش و با سعی کو با چشمای تو زنگ میکنه. آینک سعی کو حالا ببینم اون رقم تو بکش آینکای تو بکش میگی سعی کو. یعنی این آینک ها را که میارین براتون میگن که آینک خوبش است، کیفیت داره، از کجا میارین؟ یا چطور کیفیت داره که به خاطر اینجا میاریم که کیفیت نه از پاکستان و چیز از اینجا میاره. کدام کس نامده شکایت کرده باشه که بر چشمش ضرر کرده؟ نه او تو عینک‌ها داره هست او ضریبین داره با میدی که اون نمره داره و نمره اون چشمای از اون معاینه شده باشه با این 2 لمبر 3 لمبر 4 لمبر نمره داره اون عینک‌ها. او عینک‌های نمره که دکتر تعیین چشم میکنه او رو شما متضاد مفروشین؟ او را اون برای خودش و صاحبش معلوم است. امیدی او را سودا میکنه. یعنی باز کس نیست که بیا بگه که اینمی مثلا کار را که میکنین این کار اشتباه است یا درست نیست، به خاطر که میشه کنمو نمره چشمش تغییر کرده باشه، میشه که کدام فرق کرده باشه. نه اشتباه باشه خودمون نمیدیم اون چیزا، ما خودم سودا نمیکنیم چیزی کار اشتباه باشه خودمون. از قیمتش چند است؟ و رقم از دیگه مثلا 700 1100 3000 انتم 200 3000 اینا میخرن. اما ای که موضوع تعیین نمره چشم و اینا شده باشه باز میان اینا مشکل نیست در اون چیز گپ نشده چیزی خراب و مردم ندادیم. این خوب آینک از بخره. آی خوب آینک از عزای این آینه که میگن خوب است باید بخرم. تشکر. زنده باشی. بخیر. آینکا چندی؟ حالا اینکا رقم فرق داره دیگه است. 50 روپیه گیر. 50 هم از 100 هم از. که ما اینکای 50 رو من نشون. این دیگه اینکا از خوردم از کلان است از شیپ هم است 70 دن 100 بهم میکنیم 70 100 میکنیم 50 این تفلانه. اینکا افتابی اگه بچی برای ما کدام است؟ این رقم اینا هم است از چارخانه اگه میگیری از این رقم هم است هر رقم اینکا است دیگه دیگه متوسط اینکا است. اینکا ما خوبش نیست. اینکا تو هم خوبش است هر رقم است. مقصد ایره دکتر سو پیشنهاد کردم. دکتر سو پیشنهاد کرد از رقم هر رقمش هست. خب ایره باش که اینجا بانم. ایره گفتی چند است؟ ایره که 100 رو بهم میکنم آخرش 70 60 رو میتیم باز. یا اینا کار از کجا میری؟ ایره ما خواست پاکستان میرم از لاهور بعد اینجا. اینجا میگان دان عینک میخریم خب باز. خبر داری که یگان تو از عینکای طبی نیست ضرر میکنه؟ از جا خونه نمیدونم دایره خود ضرر نداره. باز ضربین است ضربین اگه یگان نفر ضربین میخواد مگر اگه یک نفر چشم خراب باشه دیگه نفر بپوشه چشمش خراب میکنه. کدام از داری؟ هست زربین هم هست. ما را نشان بده. بیا بگی. واش کی زد؟ اینکا زربین هست. این دیگه با چشم هر رقم هست. این زربین هست. یعنی زربین است. ما شما باشم. این زربین بدون مشوره دکتر میاین از شما میخره. اوجا لمبرش هم میگیره باز می 1.5 باشه 2 باشه یا 3 باشه. چی بازی نمبر از این پیش شما معلوم است؟ لمبرش تیار می باشه. این کدام نمبر است؟ 1.5 لمبر است. 1.5 نمبر. برای شما که میارن اینا میره نظر به نمبر برشون میده. نظر به نمبر میاره. یعنی شما چیزی که دکتر برشون نوشته کرده می باشه. اون لمبر است. نمبر فکس لمبرش. تغییر نمیکنه. ما از روی عادت به کارهای روزمره بیشتر وقت یا مصروف تلفن هستم یا هم مصروف کامپیوتر چون کارم همی است، اما بیشتر اوقات دچار سردردی میشم. حالا میرم نزد دکتر صاحب راموس تا اینکه سوالایم بیشتر حل شوه و همچنان ببینم که چرا با آن که من عینک استفاده میکنم همچنان سردرد میشم. سلام سلام خوب است سعید شما خوب سلامت خوب است کاملا میچشم مشکل پیدا کرده سردردی آه خدا نکنه چی کرده کاملا سردردی آه چون از کامپیوتر زیاد استفاده میکنم کدام قسمت سر درد میکنه زیاد بالا چشم درد چند روز شده خب 7 ساعت کامپیوتر کار میکنه آه خب خب اینجا زناختن ببینیم چی میتونه آه می‌جوام روبرو ببینید خود طرف من سابق اینک استفاده میکردی؟ اینک بسیار کم. وقتی کار با کامپیوتر عینک استفاده میکنه نمیکنه. خوبان بیننده برنامه سطح به دنبال سوالات خود آمدیم شفاخانه راموس و نزد دکتر صاحب بیشتر مرا معاینه هم کردن و نسخه را که داده بودن آوردم. سلام دکتر صاحب باز هم. سلام سلام. اینمی موضوعی را گفتین من رفتم تعقیبش کردم آوردم دوباره به شما. کمی تیزبین است و این تیزبینی اکثرا باعث سردردی میشه. افرادی که چشمشان تیزبین است بیشتر کارهای چشمی میکنن، مطالعه، کار با کامپیوتر میتونه باعث سردردی شود برشان. اصلا درد قسمت‌های پیشانی چشم میباشه، قسمت‌های شقه را میگیرن و به اساس معایناتی که اینجا شما شدین ایجاب میکنه شما یک دونه عینک باید داشته باشین. خب حالا اگر موافق باشین از اینکه وقت دادین خیلی تشکری میکنیم از شما. اگر موافق باشین که بریم سوالات خود از شما مطرح بکنیم. بسیار خوش آمدید، ما در خدمت هستیم. دکتر صاحب با چشم یک چیز خیلی ظریف است و با اندکترین موضوع آسیب میبینه. خواستیم یک تعریف از نابینایی اگر داشته باشین که خدا نکرده اگر ما دقت نکنیم یک عمر در تاریکی زندگی خود کردیم. بله. بسیار تشکر. سوال خوبی کردین. چشم آینه تمام نمای بدن است. یعنی خیلی از امراض بدن در چشم نمایان میشه. خیلی از امراض قسمت مختلف بدن توسط چشم تشخیص میشه. چشم چراغ زندگی هست. اگر ما چشم نداشته باشیم در تاریکی مطلق قرار میگیریم. نابینایی در حقیقت همونطور که از خود کلمه معلوم است یعنی کاهش یافتن بینایی هست. وقتی که یک شخص دیدشان کاهش پیدا میکنه در اثر عوامل مختلف، آیسا ایسا دیدشان وقتی کاهش پیدا میکنه فعالیت های روزمره به شکل درست انجام دادن نمیتونه، باز ما به نام نابینایی یاد میکنیم. دکتر صاحب چی چیزا تعریف از نابینایی کردین و در مورد چشم هم صحبت کردین، چی چیزا به چشم آسیب میرسانه؟ خب عوامل خیلی زیاد وجود داره که چشم ها را بیناییش کاهش میده. مثلا امراض سیستمی که بدن هست، مثلا خدمت شما عرض کنم که فشار بلند است، شکر هست، امراض خود چشم است که میتونه باعث نابینایی شود، باعث کاهش دید شود. چون من فکر میکردم تنها استفاده زیاده. من خودم دکتر صاحب بیشتر اوقات چون در دفترم شاید از کارهای دیگه ایره که ما مصروف کامپیوتر باشیم در دفتر و بعد از هم که فارغ میشیم از کار خب طبعا میریم به دنبال موبایل و ای که صفحات اجتماعی را چک میکنیم. در کنار ما تعداد زیادی از اعضا شاید به این موضوع عادت کرده باشن. من فکر کردم که موارد دیگه هم مثل استفاده از کامپیوتر اینا هم مضر باشه برای چشم. بله دقیقاً. با امروزه ما شما میفهمین که استفاده موبایل، استفاده تمام وسایل دیجیتالی خیلی وسیع هست، زیاد است. نه تنها که ما در دفتر از او استفاده میکنیم بلکه وقتی در خانه هم میم، حتی وقت استراحت ما از موبایل استفاده میکنیم. موبایل و کامپیوتر در حقیقت یک تعداد مواد، یک تعداد نوری را، تشعشعات را آزاد میکنه که تشعشعات اکثر به شکل تاثیر بسیار منفی بر چشم داره. خصوصا کاربرای کامپیوتر وقتی بر ما مراجعه میکنن اکثرشون دچار خشکی چشم شدن. دلیلش اینه که بیش از حد وقتی که مطالعه میکنن یا میبینن یا تکست ها رو فالو میکنن در خود اسکرین کامپیوتر، این باعث میشه که چشمشون میزان پلک زدنشون کاهش پیدا کنه. زمانی که میزان پلک زدن کاهش پیدا میکنه، چون پلک زدن یک از وظایفش مرطوب نگه داشتن خود چشم است، در این حالت است که چشم خسته میشه و اکثرا خستگی های دوامدار بهشون پیش میاد که فعلا یکی از امراضی که فعلا شامل امراض دیگه چشم شده به نام سی وی اس یاد میکنیم یا کامپیوتر ویژن سندروم، سندروم ناشی استفاده از کامپیوتر است. دکتر صاحب در مورد از این که یک تعداد دوستا خدایار جانشان به می دواخانه میرن خودسرانه، مثل که بعد خوردن دوای خودسرانه عادت داریم، میرن قطره ها را با قیمت خیلی ارزان بدون از اینکه مراجعه کرده باشن به دکتر فقط از امو استفاده میکنن، این هم عوارض داره؟ بله، بسیار گپ خوبه، نقطه خوبه شما اشاره کردین. متاسفانه بنابر کم بودن یا پایین بودن سطح آگاهی هموطنان در رابطه با دواهای چشمی و شکل خسرانه دوا میگیرن از دواخانه. بعض دواها استریت داره، این به شکل منظم استفاده میکنه. او دوا بسیار بر حساسیت مؤثر هست، ولی ریسک و خطرش است که باعث بلند رفتن فشار داخل چشم میشه. زمانی که چشم فشارش بلند رفت، باعث تخریب رشته‌های عصبی میشه و باعث کاهش دید میشه. ما خیلی زیاد مراجعین داریم، خصوصا جوانان که از ولایت‌ها، از اطراف مختلف آمده، حتی از شهرها میان بر ما. دوا نشون میده که مثلا 3 ماه میشه از این خسرانه استفاده کردم، دیدم کاهش یافته، دیدم کم شده، چیکار کنم دکتر؟ وقتی ما میبینیم که متاسفانه عصب چشمش تخریب شده در اثر بلند رفتن فشار داخل چشمشون گلوکوم آورده که ما به نام استروید ایندیوس گلوکوم یاد میکنیم که تداویش هم متاسفانه وجود نداره، اکثرا بیناییشون کاهش پیدا میکنه. ما میخوایم از هموطنان عزیز خود تقاضا کنم که خسرانه دوا بر چشم خود استفاده نکنن، چون چشم یکی از اعضای بسیار حساس بدن هست. خب لنزایی را که مثلا در بازار، در سیمساری ها، در هر جایی که بریم از اون لنزا پیدا میشه، به خاطر زیبایی است، با قیمت خیلی ناچیز. دکتر صاحب این هم عوارض می داشته باشه و این که خدا نکرده دچار مشکل می سازه کس را؟ بله خیلی زیاد، چون چشم کسایی که از این استفاده میکنه اول چشم خود پیش دکتر برم تداوی کنن. اگر امراضی مثل خشکیت داشته باشه، گوشت اضافی داشته باشه، حساسیت های چشمی داشته باشه، چشمشان میکروبی باشه. دومی کسایی کانتاکت لنز یا لنز های تماسی بر خاطر زیبایی یا کاسماتیک استفاده میکنن، اکثرشون دچار مشکل میشن، به ما مراجعه میکنن. دلیل چیز که اولی که کانتاکت لنز ها باید بسیار زیاد حفظ و صحتش مراعات شود، پاک باشه، چون از طریق وقتی که ما کانتاکت لنز چشم میگذاریم، از طریق این کانتاکت لنز یا لنز تماسی بر زیبایی میکروب میره به داخل چشم، باعث تخریبات خود قرنی چشم میشه، چشم خشم میکنه، اکثرا باعث کوری حتی شده. ما مریضایی داشتیم که حتی چشم قرنیشون کاملا زخم شده بود، خیلی با مشکل مواجه شده بودن که بیشتر جوان‌ها از استفاده میکنه. و محیط آلوده یک از جمله ریسک فاکتورهای است. کسایی که در محیط آلوده و پر از گرد و خاک هست، هیچ وقت باید از لنزهای تماسی استفاده نکنن، به دلیلی که چشم وقتی که میکروب و ذرات خاک میره در تحت خود کانتاکت لنز قرار میگیره، اونجا باعث رشد و نموی میکروب میشه و در حقیقت اون نسج و بافت چشم کاملا تخریب میکنه و سرخی ایجاد میکنه، دیدشون کاهش پیدا میکنه، دچار مشکلات زیاد میشه. یعنی با یک استفاده لنز خدای نکرده شما بیناییتان را از دست میتین و یک عمر خدای نکرده در تاریکی زندگی میکنین. تشکر دکتر. خواهش میکنم، از شما تشکر، بسیار تشکر. بخیر. هموطنان عزیزم، آمدیم به خاطر موضوع برنامه چون آینک بود در یکی از جاهایی که اینجا آینک فروشی های زیاد است. ببینیم چقدر آینک ها به میاد فروخته میشه، چقدر آینک های بی‌کیفیت در بازار عرضه میشه و قیمت ها چطور است. پس همراهی بکنین، در ادامه برنامه ببینیم که البته عزیزایی که آینک میفروشن چی میگن و در این مورد چی گفتن دارن. سلام، خوب هستین؟ خب اول سلام خدمت شما، بعدن خدمت دوستای عزیز که از طریق تلویزیون آریانا ما را میبینن. ذکرالله احمدی هستم، تکنیشن چشم و مسئول در آریانا عینک فروشی میباشم. خب معمولا یک پروسه ساده داره، وقتی که مریض به شما مراجعه میکنه اول یک بار تست میکنیم، عینکای داخل معاینات کمیتری برش انجام میدیم، بعد از اون میبینیم اگه چشمش کدام مشکلی نداشت باز عینک برش تجویز میکنیم. عینکایی که اینجا شما میارین برشان استفاده میکنین دیگه یک چیز معیاری است. از لحاظ طبی اینا تست میشن، وزارت صحت عامه اینا رو تست میکنه و از او باز با اجازه فروش میدن. بسیار خوب. یک تعداد عزیزا مثلا ترجیح میتن میرن در بازار از عینکای که خیلی ارزان است استفاده میکنن، مثلا در کیفیت خیلی پایین داره. باز بر از اینا به نظرتان بر چشمشان آسیب نمیرسن؟ توصیه ما برشان همی است که از اونا استفاده نکنن، چون پلاستیک است و پلاستیکایی است که بدون کیفیت هستن، وقتی نور آفتاب مستقیم برش اصابت میکنه به چشم ضرر میرسونه، بهتر استفاده نکنن. حالا ما آمدیم دیگه، من برای من کدام اول باید فریم انتخاب بکنم یا اول تعیین نمره چشم؟ اول چشمتان رو باید ببینیم که نمره داره یا نه، بعد از اون باز میبینیم که چه قسم فریم در رویتان مقبول میشه. عینکه اتومات براتون بسازیم که در آفتاب این مسئله استفاده کنید. چشمتون از لحاظ طبی یعنی ضعیف نیست، مشکل نداره، میشه یک عینک ساده براتون بسازیم. چون من بیشتر اوقات از کامپیوتر استفاده میکنم، یعنی نیاز از بوام باید عینک داشته باشم. عینکای خاص وجود داره، بالای شیشه خاص است که فقط به خاطر استفاده تلویزیون، تلفن، کامپیوتر با این مسئله استفاده میشه. امور اگه برای من نشان بدین کدام عینک است؟ حال نشان میدم برات. بله شیشه خاص است به نام بلوکت اتومات نام است. نامش از دیگه میشه باز به خاطر کامپیوتر، تلویزیون، تلفن استفاده بکنین. لیزر طبی است که از نورای مزرع ساخته شده. از این شیشه عبور نمیکنه، رنگش تغییر میده، در مقابل افتام رنگ میشه که در هر حالت شما استفاده کلا میتونید. از ببینین رنگ تغییر میتونه؟ تغییر میکنه بالا لیزر طبی است. از جنسایی که ساده است، این لیزر عبور میکنه. ببینین لیزر ازش پایان تیر میشه. واقعا لیزر اون پایان تیر میشه؟ درست است. اینی رو باید ما استفاده بکنیم دکتر صاحب؟ راحت میباشین بعد امرش. تشکر. قابلش نیست. خب باش که اینجا ما آمدیم ببینیم که قیمت های آینک ها چطور است و چی نوع آینک ها دارن. سلام سلام. سلام علیکم صاحب، خوب هستین؟ معرفیان بود. اسم من آجی وکیل است، یکی از فروشندگان آینک فروشی های پل باقمی از دکان عاشر مباشر. شما این مواد آینک و میفرما را از کجا وارد میکنین، از کجا میارین؟ زیادترش کل از این برادر چینویی است که از کشورهای مختلف میه، از پاکستان میه، از هندوستان میه، از خود چین میه، راست راست میشه از بخشای یعنی کشورهاست که میهن، از کشورهای اروپایی نمیه. قیمت ترین آینکتون چند؟ قیمت ها خب مختلف، در برند آفتابی تا 2,500 تا 3,000 هم است. این آفتابی است؟ این آفتابی است ولی. تشکر. قابلش نیست، بفرمایید. سلام. سلام، خوب هستین صاحب صحتمند؟ اینمی کارت ما را دادن که پیش شما برم. یک فریم بهتر انتخاب کنیم. باز باید فریم چطور از باز فرما قیمت ها اینا؟ فریم ها خوبه، بد نیست، به خواست شما که چه قسم میخواین شما. ما نویاد فریم هر قسم بخواید داریم. مثلا قیمت اینی فریم؟ اونو فریم ریبین هسته، اونو قیمتش 3,500 افغانی میه. نه قیمت هم خوب است دیگه عزیزا، مشکلی نیست. ما همیشه کوشش میکنیم نرخ مناسبی به مشتری خود در تو وقت شده باشه که بدون اینکه دکتر صاحب برای شما کدام یگان تا شوقی بیای از شما عینک بگیره. ها زیاد میشه، مثلا کسایی که با آفتاب مشکل داره، کامپیوتر، لایت چیزا بخی برش لازم است، چرا نه؟ یعنی بدون از اینکه پیش دکتر صاحب یا پیش کس رفته باشه یا تعیین نمره شده باشه اومدن پیش شما باز برشان عینک دادین؟ او خب میای زیاد، باز ما اول کوشش میکنیم پیش دکتر اونا مراجعه کنه، اگر چشمشون نیاز نداره نمبر نمیگیره باز ما برشان جور میکنیم، مشکلی نیست بدون نمبر. خیلی باش که اینجا یک چند نفرم است، من میرم یک ببینم که انتخاب اولم خوب است یا معلوم میشه ایزا. انتخابم خوب است. نتیجه گیری عادت‌های متعدد وجود دارد که ممکن است منجر به درد و ناراحتی چشم یا حتی از دست دادن بینایی شود. برای حفظ سلامت چشم توجه به چند نکته همچون پرهیز از کمخوابی، مالیدن چشم‌ها، سیگرت کشیدن و استفاده از لوازم آرایشی بی‌کیفیت ضروری است. محققان استفاده از عینک آفتابی را در فضای آزاد حتی در روزهای ابری نیز توصیه می‌کنند. برای جلوگیری از خشکی چشم مداوم پلک بزنید. از آن بیننده برنامه ساعت رسیدیم به پایان برنامه و شما دیدین که در این برنامه تمام موضوعات که سوالاتی که مطرح شده بود حل ساختیم و آرزو دارم که ارزش چشم بیشتر درک بکنیم. شما دیده بودین که ما در بیشتر برنامه اجزا سوال میکردن چرا از عینک بیشتر استفاده میکنی. امروز آرزو دارم سوال شما حل شده باشه به دلیل اینکه چشم من حساسیت داشت با آفتاب، به اون دلیل من بیشتر عینک استفاده میکردم و حالا عینکی را که در برنامه در جریان برنامه انتخاب کرده بودم اینو پوشیدیم و هیچ گونه عکس العمل را نمیبینم که من مثلا با نور کامپیوتر حساسیت بکنم یا با نور موبایل. پس تا برنامه‌های بعدی که در خدمت شما قرار میگیرم با یک موضوع جدید، حبیب ناظم میزبان همیشگی شما خدمت شما حاضر میشه. شما را به الله پاک لعزال میسپارم. وقتتان بخیر. الان نگهدارتون.